بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و عدب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی دوستان بپرسن دلیل محبوبیت سعید جلیلی چیه؟ فقط کافیه به آخرین نظرسنجی ما توی کانال یوتیوب مراجعه کنید پرسیدیم به چه کسی رأی میدید؟ جلیلی با 87 درصد رأی در صدر بعد آقای قالیباف آقای زاکانی آقای پزشکیان آقای قاضی زاده است با 1 درصد و 3 درصد و 2 درصد و 8 درصد یعنی یک اختلاف فاحشی بین این نامزدها وجود داره و سعید جلیلی با اقتدار با 87 درصد خب در قرار گرفته دلیل این محبوبیت رو میخوایم با همدیگه بررسی بکنیم بریم ابتدا یک کلیپ از صحبت موافق و مخالف بشنویم خیلی کوتاه برگردیم چند تا عکس میخوام به شما نشون بدم که اون عکس تیر خلاصه یعنی اگر به کسی نشون بدید میفهمه که الان باید به کی رأی بده با هم ایشون هست هم اندیشمند و... ایشون های دکتر علی باقریه که جانشین شهید امیر عبداللهیان در وزارت خارجه شده فعلا ولی اون بسیجی بودنه نذاشت که پیرایه های ناجور حاکمیتی به ایشون بشست به اعتقاد من فرد خیلی حاک و عزیزیست مردم و برخی از جناهای سیاسی ما آی جلیلی رو اونقدر که باید بشناسن نمیشناسن و اجازه هم نمیدن آی جلیلی مطرح بشه تو جامعه کی اجازه نمیده اون پدر هایی که چنبره زدن به بیت المال اون کسانی که مدام دنبال اینن که بیان پست ها رو بگیرن پسر رو میاره دختر خالشو میاره عمه میاره ننه شو میاره دایی میاره اما سعید جلیلی اینجوری نیست که به کسی پست وعده بده بگه آقا شما به من رای دادید من به شما پست یه پستی رو میدم یه دو سه روز پیش بود فکر کنم تو فضای توییتر یه خبری پیچید البته منبعش باید بررسی بشه اما با شناختی که از روی دکتر سعید جلی دارم هیچ بعید نیست این اتفاق افتاده باشه ایشون رفتن تو سیستان بلوچستان آیون اهل سنت در مسجد مکی اینجوری ادعا شده بوده من این رو فقط نقل قول دارم میکنم تایید یا تکذیب نمیکنم گفته بودن که بله مثلا ما به شما رأی بدیم یکی دو تا استانداری چیزی فلانی بالاخره از مسئولان اهل سنت باشه ایشون گفته بود مثلا همچین قولی نمیدم بر مبنای شایسته سالاریه هر کس میخواد باشه ایشون تخصص این کار رو داره من میارم میذارمش اینجا کار کنه ببین تو وعده های انتخاباتیش هم دروغ نمیگه قبلا تقریبا یه ده روز پیش بود یه برنامه ساختیم نشون دادم روستایی میگه آقای دوباره بیا ایشون چی میگه میگه قول نمیدم 40000 تا روستاست من بخوام همه اینا رو قول بدم بعد میام یعنی نمیام دیگه. یعنی بعده دروغ چهار هزار روستا رو رفته کدوم مسئول اجرایی رسمی در جمهوری اسلامی رو سراغ داد که چهار هزار تا روستا رو رفته سر زده برای چی برای اینکه مشکلات اونها رو بفهمه برنامه داره برای همین نمیخوان بذارن جلیلی مطرح بشه اما به لطف خدا به لطف بسیرت انقلابی مردم ایران بعد از شهید رئیسی و اون تشییع جنازه که صورت گرفت وجدان هایی که به درد اومد از خدمات دکتر رئیسی که سه سال شبان روز خدمت کرد به مردم الان این فضای احساسی منطقی و اقلانی کسی مثل سعید جلیل رو میطلبه که ادامه دهنده راه شهید جمهور باشه حالا آی عباسی از دانشمندان هسته ما میگه اجازه نمیدن آی جلیلی مطرح بشه اما ما مردم ثابت خواهیم کرد که سعید جلیلی مطرح هست مطرحتر خواهد شد و انشالله با قاطعیت هم رای میاره بریم ادامهش هم ببینیم حتی قصوبگره ها خیلی خوش رو چرا چون جلی اینجوری سفته من دیدم رایت بیت المال میکنم یک الگو و نمونه کامل برای ارزش ها و معیار های اسلامی شخصا اون خیلی دوست دارم و صداقتش رو تو رفتاراش واقعا تحسین میکنم آقای دکتر جلیلی من خودم شخصا از خواهش کردم بارا که بیاید میدون و شما خودتون در معرض قرار بدید من معتقدم مشه زندگی ایشون پاک باختگیش برای انقلاب و زندگی مجاهدانش تیزهوشیش در امور سیاسی او رو یکی از موارد بسیار قابل طرح میکنه نیروهای بسیار خوب کارشناسی رو بهش اعتقاد داره وقت میگذاره امت داره حتی در مسائل سیاست خارجی هم آدم بسیار فتح نیست مانی سوچتی این تفکرات تفکرات سیاسی به جهت کار رو خوبی کردید هی؟ ایشون ایشون رو به من چیز کردم دکتر آرفم گفتن ایشون بسیار آدم اخلاق مردایی هستن در ای یک جمله کوچه آقای دکتر سعید جلیلی سیاست را وارد علم نمیکنه یعنی به خاطر اینکه رای بیاره جناهیش نمیکنه و شایسته سالاری مبناشه اینا اصلاح طلب بودن ها همین خانم دکتر خوشخول آیه حجتی و آیه عارف اصلاح طلبن اینجوری درباره سید جلی صحبت میشه خب آدم خوش ذات خوش من یعنی شخصیتشون ایشون در مجموع میپسندم آقای جلیلی دوست عزیز ما هست 89 سال هم سنش از من کمتر کم جوان پرکار میاد به میدون کارش انجام میده جوان و پرکاره رهبر معظم انقلاب در آخرین سخنرانیش چی میگه؟ میگه ما رئیس جمهور پرکار و آگاه میخواییم بعضی اومده بودن شایبه کنن که آقا ایشون جانباز است نمیتونه سفر استانی بره و فلان پس چهار تا روستا رو کی رفته؟ امه من رفته؟ دکتر جلیلی با این جانبازیش چارزار تا روستا رفته اگر جانباز هم شاید هشتزار تا روستا رو میرفت کدوم یکی از این آقایون که الان دوباره اومدن کاندید شدن و قبلا کاندید شدن و الان مثلا مناسبی دارن کدومشون 4000 تا روستا رفته این نشون میده که سعید جلی واقعا پرکاره من از خود روحانی در ایام که صادق ترین و زادتاری جمع تو همه ما آقای پیگیری های دکتر جلیلی به طور شبانه روز انسان دلسوز بنده هم اگر جای آقای جلیلی مزاقره می کردم بعد از دو سال بعد عهدی اونا قطعا نمی به حرف اونا گوش بکنم اما بعضی الان می ظریف زریف رو گل سرسبد عالم نشون بدن که آقا ببین اومد چی کار کرد برجامو می به نتیجه برسونه شما ها نذاشتید اما دکتر سعید جلیلی چیکار کار می من باج نمیدم. اورانیوم غنی شده 3.5 درصد رو میکنه 20 درصد اما یه چند تا تصویر میخوایم ببینیم تو این بره حساس دوباره اصلاح طلب ها اومدن یه کاندیدی رو قالب کنن به مردم به عنوان دولت سوم روحانی این عکس رو ببینید خدا به ما نشون داد کسی رو که فقط روی دوشک لایکو خوابش میبرد و کسی رو که اینطوری داستان های روحانی رو شنیدید دیگه سفری به مشهد دارن شبانه ظاهرا هواپیمای اختصاصی از تهران تشک مخصوص ایشون رو برمیداره میاره مشهد یعنی رو توشک معمولی نمیتونسته بخوابه اما آقای رئیسی تو هواپیما تو این شرایط خوابش میبره برای همین هست که میگیم شهید رئیسی سطح مطالبات مردم رو چندین پله برد بالا مردم دیگه به اشخاص این شکلی رضایت نمیدن کسایی رو میخوان که همتراز شهید رئیسی باشه اما اینجا خدا به ما نشون داد کسی که با کفش به چادر زلزله زدگان رفت آی جهانگیری در دولت آی روحانی که میبینید با کفش رفته روی اون پتویی که اونجا هست تو چادر زلزله زدگان و کسی که در زمان سیل خوزستان داره اشاره میکنه به سردار سلیمانی خیلی فرقه خیلی فرقه که تا زانو اینا رفتن تو گل ولی بعضیا با کفش وارد چادر زلزله زده ها میشدن خدا به ما نشون داد کسی که با تکبر با مردم صحبت میکرد و برخورد میکرد مثل همین آقای آخوندی که ایشون هم کاندیس شده و تایید صلاحیت نشد و میگفت مسکن مهر مزخرفه مسکنی که برای بشر ضعیف و محروم جامعه بود پایینم تصویر حاج آقای آلا هاشم رو ببینید که با شهید خدمت ایشون هم آسمونی شد مردم داری رو ببینید تو مترو با مردم خوشو بش خیلی فرقه بین این دو نو مسئول خیلی فرقه خدا به ما نشون داده کسی رو که حامی و تسهیلگر عملیات وعده صادق بود یعنی شهید امیر یان و کسی که با تلفن جانکری دستور توقف و بازگشت کشتی کمک رسانی ایران به یمن رو صادر کرد یعنی آی زریف دیپلماسی ذلت یعنی این اما بالایی دیپلماسی عزت بود دیپلماسی اقتدار بود برای همینه که رهبر معظم انقلاب به بحث فلسطین اشاره میکنه تو همین سخنرانی آخر به محور مقاومت اشاره میکنه و بعد میگه پرکار و آگاه ما باید به تیفی رأی بدیم که این مسیر رو ادامه بدن مسیر مقاومت رو باید ادامه بدن دشمن گوشه رینگ افتاده اگر کسی مثل های پزشکیان بیاد که وصل به اصلاح طلب هست وصل به جریان غربگرا هست تمام این زحماتی که کشیده شد دود میشه میره رو هوا اما بازم خدا به ما نشون داد کسی رو که بامداد جمعه برای اینکه در راه وطن جان خودش رو تقدیم کنه چطور در فرودگاه بغداد به شهادت رسید و کسی که صبح جمعه اخبار مهم مملکت به دستش میرسید تقابل دیپلماسی و میدان رو ایجاد کرده بودن برای اینکه جمهوری اسلامی عقب نشینی بکنه از موازش اما سفت و سخت به همت حاج قاسم و همرزمانش ما تونستیم داعش رو از بین ببریم ما تونستیم تو منطقه قدرت خودمون رو به اثبات برسونیم و باز خدا به ما نشون داد کسی رو که دنیای فردا رو دنیای گفتمان ها میدونست آقای حاشمی رفسنجانی اما کسی که با دل و جون به فکر دنیای امروز ما بود سردار شهید تهرانی مقدم بود پدر موشکی ایران که امروز این تجهیزات و تسلیحات و موشک های جدید رو ما مدیون و مرهون زحمات ایشون و همرزمانشون هستیم این نشونه ها شبیه فانوس راه نیست اشتباه نکنید اینها شبیه چلچراغیه که خدا در راه ما قرار داده تا راه قله رو به روشنی طی کنیم باز هم خدا به ما نشون خواهد داد اما انتخاب با ماست که به کسی مثل دکتر سعید جلیلی رأی بدیم یا به کسانی که وصل به اصلاحات و مشهور به غربگرایی هستند این دلایل محبوبیت دکتر سعید جلیلی بود مردم از چپ و راست به سطوح اومدن دنبال رئیس جمهوری پاک دست ساده زیست با برنامه دلسوز آگاه و انقلابی هستند و نامزد اصلح از نظر مردم تا اینجا با توجه به تصویری که در ابتدای برنامه به شما نشون دادم دکتر سعید جلیلی با 87 درصد آرا هست یا علی التماس دعا خدا نگهدارتون